سرخط خبرها. فرود موشک‌های مرگبار در یک بازار ولایت هلمند. مقام‌های افغان می‌گویند 23 نفر کشته شدند. حمله مسلحانه به بازار بورس کراچی. 7 نفر از جمله 4 مهاجم کشته شدند. توضیح دادستان نظامی تهران در مورد دلایل سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین. سامانه موشکی سیار که تازه مستقر شده بود نمیدانست شمال کدام طرف است. و به یاد قربانیان اطفای حریق در دامنه زاگرس، مردم پاوه برای 3 آتشنشان داوطلب عزاد. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های ولایت هلمند در جنوب افغانستان میگویند که بر اثر برخورد چند موشک به یک بازار در ولسوالی سنگین دست کم 23 نفر کشته شدند. به گفته آنها 15 نفر هم زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که حمله کار چه کسی بوده، اما ارتش گروه طالبان را و طالبان هم نیروهای دولتی را عامل این حمله معرفی کردند. خبرنگار ما علی حسینی از کابل به ما پیوست. علی، از جزئیات این حمله به ما بگو. خب حمله حوالی ساعت 10 صبح امروز صورت گرفته. آنطور که گفته شده چند فیر راکت و موشک به همه بازار ولسوالی سنگین صورت گرفته. بازار منطقه‌ای بوده که بیشتر محل فروش احشام مثل گوسفند و اینها بوده، و در تصاویری هم که از این حادثه نشر شده حیوانات دیده میشه که کشته شدن، شمار زیادی هم زخمی شدن و همونطور گفته شده دست کم 25 نفر هم کشته شدن. مشخص هم نیست که کار کدام طرف است. این بازار معمولاً هر چند وقت یک بار برگزار میشه و تعداد زیادی هم در آنجا شرکت میکنن. من خودم حدود چند سال پیشم به یک بار به این بازار سر زدم و معمولا آدم ها و تعداد جمعیتی که در آنجا حضور پیدا میکنن خیلی زیاد است. به همین خاطر با توجه به که حمله موشکی و راکتی بوده و به گفته مقامات امکان داره که تلفات به مراتب بیشتر از این باشه. از واکنش ها بگو. خب موضوع مهمی است که طی چند وقت اخیر دو مسئله دیده میشه در افغانستان. یکی این که حملاتی که انجام میشه هیچ گروه مسئولیتی آن را نمیگیره، و دوم این که اتهام زدن به دو طرف جنگ است. این قضیه در مسئله امروز هم دیده میشه. دولت افغانستان، ارتش افغانستان میگه که کار گروه طالبان بوده و اونا قصد داشتن که به پایگاه ارتش در ولسوالی سنگین حمله کنن، اما راکت ها شلیک شد به منطقه بازار. گروه طالبان اما مسئولیت میندازه به گردن ارتش افغانستان و میگن که این حمله از سوی آنها صورت گرفته. بعضی از مردم محل هم بر اساس برخی از گزارش ها گفتن که حمله از پایگاه ارتش صورت گرفته و به این منطقه صورت گرفته. به هر حال چیزی که فعلا میشه با یقین صحبت کرد این است که نمیدانیم دقیق کدام طرف این حمله را انجام دادن. هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان هر دو محکوم کردند. متشکرم. علی حسینی از کابل با ما. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقام‌های اطلاعاتی این کشور گزارش‌ها درباره پول دادن روسیه به شبه نظامیان طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان را موثق ندانستند. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که به همین علت او و معاونش مایک پنس در جریان چنین اطلاعاتی قرار نگرفتند. با این حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشته که گمان می‌رود جایزه گذاشتن روس‌ها برای این کار به مرگ چندین سرباز آمریکایی منجر شده. این موضوع را اولین بار روزنامه نیویورک تایمز 3 روز پیش گزارش کرد، ولی روسیه و طالبان آن را تکذیب کردند. بازار بورس پاکستان در شهر کراچی هدف حمله مرگبار قرار گرفت. مهاجمان دست کم 2 نگهبان و 1 مأمور پلیس را کشتند و 7 نفر را مجروح کردند. 4 مهاجم هم کشته شدند. گروهی جدایی طلب به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. پرهام قبادی گزارش می‌دهد، با این اشاره که تصاویر این گزارش ممکنه برای برخی از بینندگان آزاردهنده باشه. صدای تیراندازی در حمله به بازار بورس پاکستان. خودرویی که جلوی راهبند پارکینگ است متعلق به مهاجمان است. این تویوتا
که مردان مسلح به محض پیاده شدن از آن اول نارنجک پرتاب کردند و بعد آتش گشودند. حمله در کراچی بزرگترین شهر پاکستان و قلب اقتصادی این کشور صورت گرفت. به این ساختمان، بازار بورس پاکستان. هر چهار مهاجم قبل از اینکه به داخل ساختمان راه پیدا کنند، در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. شماری از نیروهای پلیس هم زخمی و کشته شدند. چهار تروریست سعی کردن وارد بازار بورس بشن. دو تاشون دم گیت ورودی کشته شدن، یکی دم گیت بعدی و چهارمی وقتی سعی کرد وارد ساختمان اصلی بشه. در حمله امروز کسانی که داخل ساختمان بودند به اتاق‌های دربسته منتقل شدند و بعضی هم از در پشت فرار کردند. حمله اما فعالیت بازار بورس پاکستان را متوقف نکرد. الحمدلله بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا تھا. خدا را شکر نزدیک بود یه فاجعه خلق شه که جلوش گرفته شد. زندگی به حالت عادی برگشته. همه چی عادیه. جای نگرانی نیست. گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. گروهی جدایی طلب که خواستار استقلال استان بلوچستان در غرب پاکستان است. آمریکا سال گذشته آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این اولین حمله این گروه در کراچی نیست. دو سال پیش هم ارتش آزادی بخش بلوچستان به کنسولگری چین در این شهر حمله کرد. مهاجمان با اینکه نتوانستند وارد ساختمان شوند، دست کم چهار نفر را کشتند. گروه‌های بلوچ می‌گویند دولت پاکستان آنها را از منابع غنی این استان بی‌بهره گذاشته. منابع گاز و مواد معدنی. آنها می‌گویند چین هم همدست پاکستان است. چین میلیاردها دلار در بنادر این کشور سرمایه گذاری کرده. بخشی از پروژه راه ابریشم جدید که چین را به دریای عرب وصل می‌کند. اما بلوچ‌ها می‌گویند سهمی از این فعالیت‌های اقتصادی ندارند. برهام قبادی، بی بی سی. قندیل عباس، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قائد اعظم پاکستان از اسلام آباد با ماست. آقای عباس، خوش آمدید به برنامه. ابتدا درباره ارتش آزادی بخش بلوچستان شروع بکنیم. اونها چه کسانی هستند، چه خواسته ای دارند؟ ببینید، این گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان یک گروه بلوچ پاکستانی است که با انگیزه‌های محلی تشکیل شده بود، ولی بنا به منابع اطلاعاتی پاکستان بعداً در دست را قرار گرفته از سازمان اطلاعاتی هند است. بنا به منابع اطلاعاتی پاکستان این گروه شدیداً تحت نظارت سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان است و اینا نمی‌ذارن این فعالیت زیادی داشته باشه. به خاطر همین بسیاری از رهبرانش از داخل بلوچستان فرار کردن و در کشورهای اروپایی و امریکا و حتی در داخل هند هم فعالیت دارن میکنن. ولی در گذشته هم دیدیم که هر وقت دولت هند تحت فشار مجاهدان کشمیری یا جدای طلبان کشمیری تحت کنترل خود قرار میگیره، در این حال معمولا یه نوع اقدامات تلافی جویانه در کراچی یا در داخل بلوچستان یا پاکستان صورت میگیره و این اقدامات معمولا توسط همین گروه های جدای طلب بلوچ یا داخل پاکستان داره تلافی میشه. از سوی دیگه خود گروه های بلوچ مدعی هستند که ما برای احقاق حقوق خود داریم فعالیت میکنیم، ولی با توجه به اینکه اینا در داخل پاکستان اهدافی رو که دنبال میکنن اهداف پیچیده ای است و نیروهای اطلاعاتی پاکستان بر این باورن که بدون حمایت بین المللی و به خصوص بدون حمایت هند نمیتونن به چنین عملیات پیچیده ای دست بزن. آخرین باری که حمله این چنینی انجام شد دو سال ازش گذشته. فکر میکنید که ممکنه دوباره با فاصله طولانی انجام بشه یا با توجه به بالا گرفتن تنش بین هند و پاکستان ممکنه شاهد حملات مشابه باشیم به زودی؟ به نظر من در آینده نزدیک ممکن است بیشتر شاید چنین حملات باشیم، ولی با توجه به اینکه در دو سال گذشته حملات تروریستی در داخل پاکستان تلفات زیادی یا خسارات زیادی وارد پاکستان نکرده، به خاطر همین که منابع اطلاعاتی و نظامی پاکستان مواظب این گروه ها شدن و دارن اینا رو دنبال میکنن، به خاطر این امکان داره عملیات صورت بگیره ولی خسارت جدی به پاکستان وارد نکنه. متشکرم. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل.
دادستان تهران میگوید ایران فهرستی از افرادی را در اختیار پلیس بین الملل گذاشته که به گفته او در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران نقش داشتند. علی القاسی گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رأس این فهرست قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوریش پیگیری می‌شود. دادستان تهران گفته که مقام قضایی در این مورد برای 36 نفر شامل مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا و دولت‌های دیگر حکم جلب صادر کرده و پلیس بین الملل هم به گفته او برای بازداشت آنها اعلان قرمز داده. گروهی از شاغلان صنایع نفت و گاز ایران در اعتراض به اجرا نشدن قانون اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان جلوی وزارت نفت تجمع کردند. معترضان خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که به ترمیم پایه‌های حقوق مربوط می‌شود. آنها می‌گویند این بند که مهمترین و امیدوارکننده‌ترین بخش قانون مورد نظر بود تا به حال اجرا نشده. به گفته معترضان وزیر نفت اخیراً از اجرای کامل این قانون خبر داده بود. تلاش و کوششی که همکاران عزیز من انجام داده بودن و ردیابی و رصد اطلاعاتی و جانشین رئیس پلیس بین‌الملل ایران از دستگیری و بازگرداندن یک متهم اقتصادی به این کشور خبر داد. کاظم مجتبایی بدون نام بردن از این متهم او را یک صراف معرفی کرده که به اتهام کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی با اعلان قرمز ایران به اینترپل در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دستگیر شده. آقای مجتبایی گفته که میزان کلاهبرداری این فرد از یک شرکت دولتی 120 میلیون درهم امارات که معادل 600 میلیارد تومان بوده که با این پول اقدام به ساخت و ساز در کشورهای دیگر می‌کرده. رئیس پلیس بین‌الملل ایران می‌گوید که این کشور خواهان بررسی DNA جسد منسوب به غلامرضا منصوری برای اطمینان یافتن از هویت او شده. هادی شیرزاد گفته که ایران خواسته گروهی را برای بررسی موضوع به رومانی بفرستد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ماجرای مرگ قاضی منصوری ابهاماتی دارد، اما رومانی هنوز به این ابهامات پاسخ نداده. آقای منصوری که متهم به گرفتن 500 هزار یورو رشوه و فرار از ایران بود، در رومانی به دست پلیس دستگیر و بعداً موقتا آزاد شد، اما به فاصله کوتاهی گزارش شد که در هتل محل اقامتش بر اثر سقوط از طبقه ششم درگذشته. ساکنان شهر پاوه در کردستان دیشب در مراسم تشییع سه جانباخته آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع زاگرس شرکت کردند. ساعتی پیشتر فعالان محیط زیست خبر داده بودند که آنها در تلاش برای مهار آتش در منطقه بوزین و مرخیل جانشان را از دست دادند. قبل از آنها هم دو نفر دیگر، یک سرباز و یک داوطلب، امسال در آتش‌سوزی‌های جنگلی که همچنان در استان‌های کردستان، فارس و کوهگیلوی و بویراحمد شعله‌ورست کشته شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. سه قربانی آتش‌سوزی‌های زاگرس در طبیعت کردستان. مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی. در حالی که خود تصویر شریف باجور، یک جانباخته دیگر مهار آتش در سال 97 را در دست دارند. شهرستان پاوه دیشب در سوگ آخرین قربانیان آتش‌سوزی‌ها در منطقه بوزین و مرخیل اجساد آنها را بدرقه کرد. سکوت سوگواران خیلی زود جای خود را به زجه داد و سپس شعار شهید نمی میرد. روز شنبه خبر مهار آتش در بوزین و مرخیل رسید، ولی دوباره شعله ور شد، آن هم در مناطق صعب العبوری که مهار آتش تنها با بالگرد ممکن است، اما بالگردی در کار نبود. اصلا معلوم نیست ایران بالگرد کارآمدی برای اطفای حریق دارد یا نه. حالا تعداد قربانیان نداشتن امکانات اولیه برای مهار آتش تنها امسال به 5 نفر رسیده. هفته پیش بود که مردم گچساران به سوگ مرگ دلخراش البرز زارعی نشستند. دولت و حکومت ایران مهار آتش سوزی در جنگل‌های کشور را یک اولویت راهبردی نمی‌داند. تنها در خرداد ماه امسال 40,000 هکتار از عرصه‌های طبیعی ایران به خاطر آتش‌سوزی‌هایی که از قبل هشدارش داده شده بود از بین رفت. نتیجه تمام فشارها و شکایت‌ها این بود که مقداری لوازم اولیه مثل کیف و کفش و دمنده به بعضی داوطلبان داده شود. تازه آن هم با کمک نهادهای غیر دولتی. ولی ایران نه نیروی مجهز و تعلیم دیده برای مهار آتش در جنگل‌ها دارد و نه حاضر از پول چندانی برای آن خرج کند.
حالا بعضی از مسئولان میگویند اصلا این آتش سوزی ها کار ضد انقلاب است و متقابلا خیلی از مخالفان حکومت در کردستان میگویند سه قربانی دیروز آتش سوزی ها بر اثر انفجار مین و یا تیراندازی کشته شدند. مقامات محلی هر دو نظریه را تکذیب کردند. حجم زیاد آتش سوزی ها باعث شده خیلی ها نقش گرما و بی احتیاطی های گردشگران و کشاورزان و دامداران را نادیده بگیرند. پشت سرت. در میانه بازار شایعات آتش همچنان در جنگل ها و مراتع زاگرس می سوزد و در هر نقطه تعداد کمی از جوانان محلی وظیفه اطفاء حریق را در دل کوه و کمر بر عهده می گیرند. رضا داری محصره بی. برای این داوطلبان هر لحظه از نبرد با آتش خطر مرگ دارد. مرگ برای حفظ جنگل هایی که کوچکتر و ویرانتر می شوند. وحشتناکه. منطقه لوداب زیزی. 84. و درخت های بلوطی که ارزش اقتصادی هر کدام از آنها بالغ بر 200,000 دلار برآورد شده. از برخی افراد میگن که درختی نمی سوزه. چرا؟ درخت های زیادی سوختن. اینم یه دمونش. این درخت سبز بلوط. درخت کهنسال که صدها سال عمر داره. ببینید چجوری از درون داره میسوزه، مثل کوره آتش. مثل مختار خندانی، بلال امینی، یاسین کریمی و پیش از آن البرز زارعی، احسان عزیزی و پیش از آن شریف باجور و خیلی های دیگر. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حمله موشکی به بازاری در ولایت هلمند افغانستان جان دست کم 23 نفر را گرفت. در حمله افراد مسلح به بازار بورس کراچی 7 نفر از جمله 4 مهاجم کشته شدند. دادستان نظامی تهران گفته سامانه پدافندی سیاری که هواپیمای مسافربری اوکراین را در جنوب تهران سرنگون کرد، شمال واقعی را درست تعیین نکرده بود و در تشخیص مسیر حرکت هواپیما 105 درجه اشتباه تشخیص داشت. او همچنین گفته که مسئول این سامانه بدون دریافت اجازه شلیک و به تشخیص خود به هواپیما شلیک کرد. در این حادثه که نزدیک به 6 ماه پیش اتفاق افتاد، همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. امید پارسانژاد سردبیر اتاق خبر ما در استودیو به ما پیوسته. امید، این گزارش چی به دست ما میده؟ این گزارش در واقع در دیداری ارائه شده که با اعضای خانواده تعدادی از کسانی که در این هواپیما بودند دادستان نظامی تهران گذاشته این در واقع جلسه رو و براشون توضیح داده و در خود این جلسه هم گفته که کار سختیه توضیح دادن یه همچین وقایعی به کسانی که مستقیماً چنین آسیب بزرگی دیدن ازش. به نظر میاد مهمترین نکته‌ای که در این گزارش هست اینه که این سامانه موشکی همینطور که شما هم در مقدمه گفتین وقتی که اونجا مستقر میشه و دوباره به راه میفته، تو گفتن من نمیدونم این همون لحظه مستقر شده بوده یا اینکه اونجا مستقر بوده ولی دوباره به راه انداختن دستگاه ها رو و شمال واقعی رو تعیین نکردن، 105 درجه اختلاف تشخیص داشت. بنابراین در صفحه رادار اون اپراتور میدیده هواپیمایی که از تهران به سمت غرب پرواز کرده بوده رو به صورت شیئی میدیده که از شمال غرب به سمت تهران داره حرکت میکنه، که اصلا به کلی همه محاسبات و همه چیزهایی که فهمی که او داشته رو به هم ریخته، اینطوری که در این گزارش هست. نکته دوم اینه که گفته شده که در تماسی که سعی کرده با مرکز بگیره و اجازه شلیک بگیره پاسخی نگرفته و علتش این بوده، بررسی‌ها نشون داده که علتش این بوده که در اون لحظه ارتباط بین این سامانه و مرکز قطع بوده. اصطلاح نظامی به کار بردن، گفتن که در اون وضعیت مقررات آتش به اختیار حاکم نبوده در اون لحظه و مقررات آتش محدود برقرار بوده، که به معنی اینه که اون اپراتور میباید حتما قبل از شلیک اجازه بگیره از مرکز، اجازه نشه خودش تصمیم بگیره، ولی این کار کرده. یکی از دلایلی که کمک کرده به اینکه دست و پاشون رو گم کنن و یه همچین تصمیمی بگیرن در این گزارش اینطور اومده که گفته شده بوده که موشک‌های کروزی دیده شده که به سمت
ایران پرتاب شده. ولی بعداً بررسی های این کسانی که کارشناسانی که کمک میکنن به دادستانی برای بررسی این پرونده ظاهراً نشون داده که این اشتباه ناشی از این بوده که دیدبان ها در مناطق مرزی منورهایی رو که شلیک شده بوده به عنوان موشک کروز تشخیص دادن و به مرکز گفتن و این باعث شده که این اپراتور تصور کنه که موشک های کروزی پرتاب شده و داره میاد و بعد مسیر حرکت این هواپیما رو 105 درجه اختلاف در نظر بگیره و بعد همه اینا اجازه هم نگرفته، بدون اجازه شلیک کرده، خودش تصمیم گرفته که شلیک کنه و باعث شده که یه همچین اتفاق دلخراشی بیفته. پس با این اوصاف، این بحثی که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی راجع به احتمال هک کردن و حمله سایبری و اینها بود، اینها دیگه در واقع بلا موضوع میشه، درست؟ دادستان گفته که هیچ شاهد و مدرکی به دست نیاوردن. البته منتفی به صورت 100 درصد نگفته که منتفیه، ولی گفته که ما هیچ نشونه‌ای ندیدیم از اینکه اثری از این که یه همچین اتفاقی افتاده باشه. و با توجه به جزئیاتی که داره میده که به نظر میاد که اینها دلایلی است که اون اپراتور برای اشتباهی که کرده در اختیار دادستانی گذاشته، این که ما شمال رو تعیین نکرده بودیم، فکر میکردیم که این از شمال غرب، اگر حک شده بود دیگه دلیلی نداشت که این همه توضیحات جزئی بدن در مورد این موضوع. اشاره کرد به اینکه افرادی که بازداشت شدن اصلا هویتشون مشخص است، الان چند نفر در بازداشتن؟ در نوشته که 3 نفر الان در بازداشتن و اینا کسانی هستند که مرتکب این قصورها و اشتباهات شدن و قراره که محاکمه بشن. دادستان نظامی هم محاکمشون میکنه، همین کسی که در واقع یعنی محاکمشون میکنه که در واقع براشون کیفرخواست صادر میکنه که در دادگاه نظامی محاکمه بشن، همین کسی که این توضیحات رو داده. تنها توضیح دیگه که شاید لازم باشه به بینندگانمون بدیم اینه که اگه یادتون باشه گفته شده بود که 2 موشک به سمت این هواپیما شلیک شده. فاصله این 2 موشک، 2 تا شلیک 26 ثانیه بوده. اولی برخورد نکرده اینطوری که دادستان گفته و اثری روی هواپیما نداشته و موشک دوم بوده که باعث سرنگونی هواپیما شده. متشکرم. امید پارسانژاد. گزارش جدید 2 نهاد حقوق بشری میگوید اقدامهای ایران به اسم امنیت ملی و مقابله با تروریسم منجر به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور شده. بررسی‌های گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها و همچنین مرکز حمایت از حقوق مدنی سیزفایر نشان می‌دهد که ایران با استناد به قوانین امنیت ملی شهروندانش را زندانی و شکنجه کرده و عده‌ای از آنها را به قتل رسانده. این گزارش همچنین میگوید که مقام‌های ایرانی خطر ناشی از شیوع کرونا را نه به عنوان چالش بهداشتی که به عنوان یک مسئله امنیتی در نظر گرفتند و این بر رویکرد آنان برای مقابله مؤثر با شیوع کووید 19 تأثیر داشته. سازمان ملل میگوید بحران کمبود غذا در سوریه به سطحی بی سابقه در 9 سال گذشته رسیده. بر اساس برآورد برنامه غذای سازمان ملل، تعداد کسانی که در سوریه به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند به 9,300,000 نفر رسیده. این نهاد بین‌المللی میگوید هر ماه تنها نیمی از این جمعیت کمک‌های غذایی دریافت می‌کنند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 9 سال جنگ تنها ساختمان‌ها را ویران نمی‌کند. زیر باران بمب و گلوله از اقتصاد سوریه هم چیز زیادی باقی نمانده. حالا دیگر بسیاری از شهروندان سوریه بدون کمک‌های بین‌المللی حتی نمی‌توانند شکمشان را سیر کنند. به گفته سازمان ملل شرایط از همیشه بدتر شده و سوریه در آستانه یک بحران بی‌سابقه کمبود مواد غذایی است. آنها که در این 9 سال از جنگ جان سالم به در بردند، حالا گرسنگی جانشان را به خطر انداخته. قیمت غذا در این 9 سال جنگ هرگز تا این اندازه بالا نبوده. مردم میگویند که توان خرید غذا را ندارند و باید صبر کنند تا غذا ارزان شود تا بتوانند خرید کنند. توجه کنید که اینها منتظر نمیمانند که تلویزیون یا کفش ورزشی بخرند، منتظر میمانند که غذا بخرند. پدر و مادرها دیگر نمیتوانند شکم بچه‌هایشان را سیر کنند، وعده های غذایی را کم میکنند، دارایی هایشان را میفروشند و هر روز غذای کمتری میخورند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، پارسال همین موقع با حقوق یک کارگر ساده در سوریه میشد 8 کیلو و 200 گرم گندم خرید.
حالا با همان حقوق می شود 4 کیلو 100 گرم گندم خرید. به معنای ساده قدرت خرید مواد غذایی در این یک سال نصف شده. ریشه اصلی بحران نزدیک به 1 دهه جنگ داخلی است. اما آنچه موجب شده تا قیمت این نانها روزانه گران و گرانتر شود، بحران اقتصادی کشور همسایه یعنی لبنان است که همزمان با شیوع کرونا سوریه را با کمبود ارز، سقوط ارزش واحد پول ملی و تورمی کمرشکن روبرو کرده. و حالا گویی همه این گرفتاری‌ها کم بوده که داعش هم از فرصت نابسامانی کرونا استفاده کرده و برگشته. بر روی این دیوار نوشته شده خلافت سر جایش می‌ماند. به گفته گزارشگر بی بی سی در سوریه، داعش همانند روزهای نخست ظهورش به کشتن شهروندان سوریه و رهبران محلی روی آورده. پسر این مرد را اسلامگرایان کشتند. او میگوید که آنها فرزندش را ربودند و سرش را از بدنش جدا کردند. به خاطر شیوع کرونا از تعداد نظامیان و عملیات نیروهای ائتلاف کاسته شده و کار به جایی رسیده که اعضای داعش وعده دادند به زودی خانواده هایشان را از اردوگاه هایی که همکنون زیر نظر کرد هاست آزاد خواهند کرد. اینجا در شهر حسکه نظامیان کرد برای دستگیری یکی از همین زنها آمدند. آنها موفق شده بودند که در دوران بی‌نظمی ناشی از کرونا از اردوگاه بگریزند. زنگ خطری که این روزها به دلیل شرایط ویژه ناشی از کرونا چندان به گوش جهانیان نرسیده. کیوان حسینی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همیشه برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید، bbcpersian.com، اینستاگرام، تلگرام و صفحه توییتر بی بی سی فارسی رو هم میتونید برای آخرین خبرها دنبال بکنید. ممنون که با ما هستید.